یازدهمین روز خرداد ماه برابر با یک ژوئن، روز جهانی کودک. در سال 1986 میلادی دو دانش آموز دبستانی اهل نیویورک در نامه ای از کودکان سراسر جهان خواستند که همگی روزی را به صلح اختصاص دهند. به همین مناسبت از آن تاریخ به بعد اولین روز ماه ژوئن به نام روز جهانی کودک نامگذاری شد. در روز جهانی کودک تلاش می شود تا به مردم جهان یادآوری کنند که در شرایط کنونی که سالانه میلیاردها دلار صرف تولید انواع سلاح‌های هسته‌ای و غیر هسته‌ای می شود، هر هفته بیش از 250,000 کودک می میرند و همین تعداد نیز با فلج، نقص عضو و یا عقب ماندگی های فیزیکی و ذهنی به حیاتشان ادامه می دهند. سال 1266 خورشیدی برابر با 1887 میلادی، دکتر استپان هاراتونیان از پزشکان ارامنه مقیم رشت که در گیلان معروف به حکیم فانوس بود، برای نخستین بار بذر توتون سیگار را از ترکیه به گیلان آورد و در ملک شخصی خیش کاشت. او که علاوه بر پزشکی به کار کشت توتون نیز علاقه بسیاری داشت، سرانجام توانست تنباکو کاران فومن را راضی کند که به جای تنباکو توتون کشت نمایند و بدین ترتیب اولین کارخانه سیگار سازی در رشت را تأسیس کرد. سال 1271 خورشیدی برابر با 1892 میلادی، زادروز امان الله خان پایه‌گذار نظام سلطنتی در افغانستان که پیش از کشته شدن حبیب الله خان از کابلی ها برای خود بیعت گرفت و با مساعدت مردم و عده‌ای از بزرگان با قشون سرحدی هندوستان جنگید. این جنگ که سومین جنگ افغانستان با انگلستان به شمار می آمد، به پیمان راولپندی منجر شد که به موجب آن افغانستان مستقل گردید. امان الله خان سپس سلطنت مشروطه اعلام کرد و خود را شاه خواند و اقدامات اصلاحی خود در آن کشور را آغاز نمود. وی علاوه بر ساخت مدرسه در کابل و سایر نقاط افغانستان، محصلان را برای آموزش علوم جدید راهی کشورهای اروپایی کرد و برای تعلیم زنان اهمیت ویژه‌ای قائل شد، تا حدی که گروهی از دختران را برای ادامه تحصیل به ترکیه فرستاد. اما این اقدامات اصلاحی چون با روحیه مردم ایل نشین و متعصب افغانستان سازگار نبود، باعث شد تا گروهی به سرپرستی حبیب الله کلکانی بر او بشورند و او را مجبور به استعفا کنند. سال 1314 خورشیدی برابر با 1935 میلادی، برای حفظ و توسعه و ترقی زبان فارسی، اساسنامه تشکیل فرهنگستان زبان و ادب فارسی در هیئت وزیران به تصویب رسید و اولین جلسه آن با حضور 24 تن از ادیبان ایران برگزار شد. اهم وظایف فرهنگستان عبارتند از تعیین الفاظ و اصطلاحات در هر رشته از علوم با سعی در این که حتی الامکان فارسی باشند.